اما برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رجبی، هدف قرار گرفتن اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل به نظر شما این چه معنایی داره و دلیل این حمله اسرائیل چی میتونه باشه؟ قبل هر چی بذارید من یک نکته بگم. مکررن دارم میگن که اینجا خاک ایران بوده، درسته اونجا رو میگن سفارت جمهوری اسلامی، ولی اونجا یک مکان نیروی قدسه، حسین اکبر. یعنی اونها دارن از این چیز دیپلماسی استفاده میکنن برای مقاصد نظامی. حسین اکبری کسی که در ظاهر سفیر و عضو نیروی قدس بوده، قبلا در لیبی فعالیت میکرده، رضی موسوی که کشته شد هم او هم که فرمانده سپاه در اونجا بوده. پس این موضوع خاک ایران نیست، موضوع چیزیه که جمهوری اسلامی از اماکن دیپلماسی برای کارهای نظامی استفاده میکنه. اما این حمله چند ساعت قبل در همین مصاحبه ایران اینترنشنال در پاسخ به سوال که واقعا پاسخ اسرائیل به ایلات چه خواهد بود، عرض کردم احتمالاً پاسخی شبیه پاسخی که به رضی موسوی داد اسرائیل خواهد داد و یک عملیاتی رو خواهد کرد که بازدارندگی بسیار بالایی داشته باشه. این حمله نه فقط موضوعش حمله به اشخاصی که در این جلسه بودن حضور داره نشان از این میده که اسرائیل آماده است که نسبت به همه اون استراتژی ها و اون کارهایی رو که گروه ها انجام بدن او پاسخش رو به جمهوری اسلامی بده. این دقیقا اختلاف نوع عملکرد آمریکا با اسرائیل. وقتی که گروه های شبه نظامی مثلا با آمریکا حمله می‌کردن، آمریکا پاسخ رو به همون گروه های شبه نظامی میداد، اما اسرائیل نشون داده حمله هایی رو که این گروه های شبه نظامی میکنن او پاسخش رو مستقیما به جمهوری اسلامی میده. اما در واقعیت اگر بخوایم نگاه بکنیم اینه که اسرائیل نه برای اینکه درگیری ها رو بیشتر بکنه این حمله رو انجام داد، احتمالاً برای اینکه درگیری ها بیشتر نشود. یعنی او میخواهد تمرکز بکنه روی موضوع غزه، روی موضوع حماس، روی موضوع آزادی گروگان ها. از سوی اون بر جمهوری اسلامی تلاش میکنه با نیروهای نیابتی تمرکز اسرائیل رو به هم بزنه. اسرائیل داره این پیام رو واضح به جمهوری اسلامی میده که اگر او بخواد تنش رو گسترش بده، اسرائیل آماده است که خطوط قرمزی که نانوشته هست رو بشکنه و عملیات‌های گسترده‌تری انجام بده. همونطور که خودتون هم اشاره کردین و کانال 13 اسرائیل هم گفته، جلسه فرماندهان سپاه پاسداران در این ساختمان در حال برگزاری بوده. این چه معنی میده؟ ارزیابیتون از این موضوع چیه؟ مهمترین موضوع اینه که موضوع اطلاعاتی از نظر من، یعنی واقعا این دسترسی اطلاعاتی اسرائیل به این موضوع چقدر بالاست که در به سرعت میتونه رصد بکنه یعنی یک جلسه ای که در بالاترین سطح بوده. اخباری که وجود داره میگه که نه زیاد نخال فرمانده جهاد اسلامی، بلکه مسئولین نظامی جهاد اسلامی به همراه فرماندهانی از حزب الله، به همراه گروهای از جمهوری اسلامی آمدن و در اینجا استفاده کردن از مکان دیپلماسی برای جلسه. اسرائیل یک رصد اطلاعاتی خودش رو داره به رخ میکشه که او اونها رو رصد میکنه، احتمالاً هم این جلسات رو میشنوه، میدانه که چه میگوید و هر وقت بخواد میتونه به سراغ اونها بره. نکته دوم اینه که اون امنیتی که گروه شبه نظامی جمهوری اسلامی برای خودش در بعضی از اماکن در سوریه و جاهای دیگه مشخص کرده بود نشون میده که اونها دیگر در امنیت نیستم. متشکرم از توضیحاتتون. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی.